همزمان با سفارت آمریکا نامه 6 تن از رهبران و اعضای ارشد سنای آمریکا به باراک اوباما. حملات علیه ساکنان کمپ اشرف در عراق انزجارآور است، خصوصا که دولت عراق متعهد به حفاظت از این افراد شده بود. مالکی باید درک کند این قبیل اقدامات حمایت عمومی برای تقویت شراکت استراتژیک را مشکل می‌سازد. نفوذ خبیثانه رژیم ایران بر دولت عراق یک مشکل است. مالکی با سیاست‌های فرقه‌گرایانه‌اش عراق را به جنگ داخلی می‌کشاند. سناتور رابرت ملندز، رئیس کمیته خارجی سنا، سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح، سناتور باب کورکر، نایب رئیس کمیته خارجی سنا، سناتور جان مک‌کین، عضو ارشد کمیته خارجی و قوای مسلح، سناتور جیمز اینهاف، نایب رئیس کمیته قوای مسلح سنا و سناتور لیندزی گراهام، عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح و کمیته ترخیص بودجه. همزمان با سفر نوری مالکی به آمریکا، 6 تن از رؤسای کمیته ها و اعضای ارشد سنای آمریکا طی نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند: ما قویاً نگران وضعیت روبه وخامت عراق می باشیم. بر اساس هر شاخصی شرایط امنیتی در عراق به طرز دراماتیکی ظرف 2 سال گذشته بدتر شده است. متاسفانه سوء مدیریت مالکی در سیاست عراق به افزایش اخیر خشونت کمک کرده است. با دنبال کردن بیش از اندازه یک برنامه فرقه گرایانه و سرکوب گرایانه، مالکی و متحدینش سنی های عراق را از حقشان محروم کردند. کردهای عراقی را به حاشیه راندند و بسیاری از شیعیان را که دیدگاهی دموکراتیک و فراگیر و مردمی برای کشورشان دارند مایوس کرده است. اینها همان چیزی که عراق را به سوی جنگ داخلی ظرف دهه گذشته سوق داد، خوف داریم که همان سرنوشت بار دیگر بر عراق مستولی گردد. رهبران دموکرات و جمهوری خواه در سنای آمریکا خطاب به باراک اوباما نوشتند: ما از شما می‌خواهیم که برای مالکی روشن کنید که میزان نفوذ خبیثانه رژیم ایران در دولت عراق یک مشکل جدی در روابط دو جانبه ما به ویژه برای کنگره است. گزارشات منتشر شده نشان می‌دهد که رژیم ایران از فضای هوایی عراق برای حمل و نقل کمک نظامی به سوریه برای حمایت از اسد و نیروهایش استفاده می‌کند. علاوه بر این، حملات علیه ساکنان کمپ اشرف در عراق انزجارآور است، خصوصاً که دولت عراق متعهد به حفاظت از این افراد شده بود. مالکی باید درک کند که ضروری است اقداماتی از این قبیل متوقف گردد. این قبیل اقدامات نه تنها برای دوستان عراق در ایالات متحده، خصوصاً در کنگره، ایجاد حمایت عمومی برای تقویت شراکت استراتژیک را مشکل می‌سازد، بلکه جایگاه عراق به عنوان یک عضو مسئول در جامعه بین‌المللی را تضعیف می‌کند. سناتورهای آمریکایی در ادامه نامه خود به اوباما نوشتند: اگر مالکی به حاشیه راندن کردها و از خود راندن شیعه ها ادامه بدهد و با بخش زیادی از سنی ها به عنوان تروریست رفتار کند، هیچ میزان از حمایت از کمک امنیتی قادر به آوردن ثبات به عراق نخواهد بود. نامه 45 نماینده کنگره از هر دو حزب
ختم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر مالکی به واشنگتن برای وادار کردن وی به آزادی 7 گروگان ربوده شده از اشرف. ما از شما می‌خواهیم کمک‌های ایالات متحده از جمله فروش اسلحه به دولت عراق را کاهش دهید تا برای آزادی 7 گروگان ربوده شده از اشرف دست به عمل بزند و اقدامات اساسی و قابل تأییدی برای تأمین امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی انجام دهد. ما دیگر نباید ریختن خون این ساکنان را تحمل کنیم. ما باید عواقب سخت و واقعی در صورت عدم تأمین حفاظت این ساکنان برای دولت عراق در نظر بگیریم. آقای رئیس جمهور، همانطور که شما می‌دانید در اول سپتامبر سال 2013 یک حمله وحشیانه به کمپ اشرف در عراق شد. در این محل افراد سازمان مجاهدین خلق ایران طبق قرارداد امضا شده بین ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و دولت عراق و ساکنان کمپ در آن مستقر بودند. در پی نقض آشکار تعهدات مکرر دولت عراق به ایالات متحده که با ساکنان به صورت انسان دوستانه برخورد خواهد کرد، در نتیجه این حمله دهشتناک 52 تن از ساکنان غیر مسلح شامل 6 زن به قتل رسیدند. سازمان ملل تأیید کرد خیلی از آنها در اثر شلیک مستقیم گلوله به سر و یا بالاتنه و تعدادی با دستان از پشت بسته شده به قتل رسیدند. نشانه‌های آزاردهنده‌ای از همدستی دولت عراق اگر با دخالت مستقیم آن صورت نگرفته باشد در این حملات وجود دارد. این احتمال که قاتلان می‌توانستند بدون همدستی عراق از بیش از 10 ایستگاه بازرسی که توسط نیروهای امنیتی عراقی بر سر راه‌های ورودی به اشرف قرار دارد عبور کرده و حمله‌ای به طول تقریباً 3 ساعت را به کمپی که توسط نیروهای امنیتی عراق حفاظت می شود بدون اینکه کسی متوجه شود انجام دهند بسیار غیر قابل باور است. همینطور به نظر می رسد که مدارک متضادی نیز از محل نگهداری 7 گروگان ربوده شده از اشرف وجود دارد. دولت شما در موقعیت‌های مختلف چندین بار از دولت عراق خواسته است که از حفاظت و امنیت ساکنان هر دو کمپ اشرف و کمپ حریه اطمینان حاصل کند. به نظر می رسد این پیام را خوب دریافت نکردند. از سال 2009 تا به حال در 5 حمله مختلف 112 تن از ساکنان به قتل رسیدند. ما دیگر نمی توانیم بیش از این ریخته شدن خون این ساکنان را تحمل کنیم. ما باید در مسئول شناختن دولت عراق در این موارد بهتر از این عمل کنیم. باید عواقب سخت و واقعی برای عدم حفاظت از این افراد غیر مسلح و بیگناه در نظر بگیریم. وقتی شما بار دیگر با نخست وزیر عراق دیدن می کنید، ما از شما می خواهیم کمک های ایالات متحده آمریکا از جمله فروش اسلحه به دولت عراق را کاهش دهید تا اینکه برای آزادی 7 گروگان ربوده شده دست به عمل بزند و برای ایجاد امنیت و حفاظت ساکنان مستقر در حریه اقدامات اساسی و قابل تأییدی به کار بگیرد. از توجه شما به این مسئله متشکریم. ما منتظر پاسخ شما هستیم. با مالکی! مالکی!